گفته محور تقارن سهمی Y مساوی x2 به 4x کا همین سهمی را در نقطه به عرض منفی دو قطع میکند طول پاره خطی که سهمی روی محور x ها ایجاد میکند کدام است بچه هم من این سهمی شماتیک میکشم مثلا لزومی هم نداره حتما این سهمی رو بکشیم فقط برای اینکه نقطه جا بیفته من دارم این سهمی میکشم مثلا این سهمی میگه محور تقارن سهمی اینجا دقت کنید محور تقارن سهمی همین سهمی را در نقطه ای به عرض منفی دو قطع میکنه خب محور تقارن مگه این نیست اینجا قطع میکنه این میشه منفی دو خب در واقع چی رو به من داده این نقطه مگه نقطه مینیمم نیست عرض نقطه مینیمم رو به من داده منفی دو بچه ایگرگ اس مگه نبود منفی دلتا به روی چهار آ این باید برابر بشه با منفی دو حالا میرم دلتا رو حساب میکنم جایگزین میکنم ببینم چی در میاد کا این منفیه رو میذارم دلتا رو میخوام حساب کنم به دو میشه 16 منهای چهار آ آ چند بچه ها یک سی به جای سی هم که کا نشسته اینم چهار آ آ هم که یک بود یک چهارتا تا چهار تا این بعد بر برابر باشه منفی دو این منفی این ور با منفی این ور میره ادامه 16 این میشه منفی 4 کا برابر میشه با. طرف طرفین وسط هم کنیم دو چهار تا هشت این چهار کار میبرم اون اونور میشه مثبت چهار کا این هشت میاد میبر میشه هشت پس کاه من چند بوده؟ دو بوده حالا که کاه دو بوده از من پرسیده طول پاره خط سهمی که محور ایکس ها ایجاد می کند یعنی این نقطه از اینجا تا اینجا این پاره خط قرمز رنگ رو از من میپرسه چقدره خب این دوستا بچا غیر نقطه قرمز ها چیه ریشه هامونه دیگه من من که ریشه رو حساب کنم بعد برم دلتا بگیرم از این دلتاش میشه چند به دو من های 4 هسته 16 منهای 4 در 1 که میشه همون 4 زب در 2 میشه 8 پس دلتا من میشه 8 دو تا ریشه به من, من داده چه چجوری ریشه ها ما پیدا کنم؟ از همون فرمولی که بلدیم منفی B بر روی مصبت منهای رادیکال دلتا بر روی دعا این فرمول تعداد ریشمون بود درسته؟ میخوام جایگزین کنم جایگزین شده چه برای شما اینجا مینویسم منفی به میشه منفی چهار مثبت و منهای رادیکال 8 تقسیم بر دو آ a هم که 2 این رادیکال 8 رو سادهش میکنم میشه دو رادیکال دو از یه دو بالا فاکتور میگیرم با 2 پایین میزنم میشه منفی دو مثبت و منفی رادیکال دو یعنی در واقع این نقطه منفی 2 منهای رادیکال دوه این نقطه منفی دو به اضافه رادیکال دو گفتم سهمی رو شماتیک کشیدم برای شما طول این پاره خطر میخوام حساب کنم خب اینو از این کم کنم دیگه این میشه منفی دو من های من دو میشه مثبت دو با هم میره این هم میشه رادیکال دو من های من های رادیکال دو میشه دو تا رادیکال دو یعنی پاسخ گزینه شماره سه خواهد بود